سوال 25 شما که استاد عضوی کمیسیون رشته ملی هم بوده، دوستیف و عبیدالله نه آنقدر مایل بودند که قانون اساسی عوض بشود و آنها از همان آغاز گرسنه چشمی و بدنفسی امام رحمان را احساس کرده بودند و این شما هم جای گفته بوده که یاد دارم. بله، من در مورد دوستیف جای گفته بودم که ایشان یک تلاش کوچک در کمیسیون رشته ملی کردند که به این کنستیتوسیه که وجود دارد دست زدن شاید بهتر است و نفی هم است. اما در باره عبیدالله در این موضوع چیزی گفته نمیتونم، چون نمیتونم بگویم که واقعا او خواستار تغییر کنستیتوسیه بود یا نبود. برعکس یک جای دیگر هم گفته بودم که ایشان تلاش میکرد اعضای کمیسیون رشته ملی از طرف اپوزیسیون رو متقاعد کند که در این تغییرات که علکه راه اندازی شده است طبق سازشنامه طرز تغییر کنیم کنستیتوسیه را که رحمان یک دوره دیگر هم یک 7 ساله دیگر هم حقی پرزیدنت شدن رو به دست بیارد. بیارد یا نیارد؟ بیارد. بیارد. در این مسئله عبیدالله زیاد تلاش میکردن، حتی با من هم که ملاقات داشتند و یک وقت جای گفته بودم ابراهیم عثمانوف که با من در یک زیرکمیسیه سیاسی عضو کمیسیون بودیم و من گفت که در تلفنی صدکه داخلی رئیس شهر میخواد صحبت کنه، بعد صحبت کردیم، ایشون دعوت کرد به اتاق کارشون رفتیم و موضوع صحبت همین بود که همه اعضای کمیسیون 25 نفر راضی هستن غیر از خودت و همین مسئله تغییر در کنستیتوسیه که مهلت پرزیدنتی یک 7 ساله دیگر رحمان فجازه داده شد، این یعنی همه ملت گویا راضی هست و فقط یک من موندم که مخالفت کرده استادم. من گفتم این خیلی نیست، چون من حداقل از موقع استاد هیمازده خبر داشتم که ایشان هم راضی نبود و اتفاقا بعد با استاد هیمازده وقتی صحبت کردم گفت که دقیقا همین صحبت با او هم شده است، برای این یعنی همه راضی هستند، تقریبا استاد هیمازده تنها مونده است. حالا سوال من این است که آیا کسانی که اون وقت تلاش میکردن که یک 7 ساله دیگر برای رحمانوف بگیرن از کمیسیون رشته ملی که بعد این 7 ساله باز درازتر شد تا امروز تا ابد شده استاده است، آیا خودشون میدانستند که جز یک طرح برای فریب دادن اپوزیسیون و ملت هستند یا خودشون هم فریب خوردن؟ برای من این جای سوال است. اگر که میدانستند که عاقبتش همین میشود و باید که با همین راهی با شعارهای وطن دوستی و ملت دوستی اپوزیسیون رو فریب بدهند، مردم رو فریب بدهند، پس جز یک طرح جنایتکارانه بودند. ولی اگر نه بگیم که نه ما خودمون فریب خوردیم، ما باور داشتیم که رحمان یک 7 ساله دیگر میستد و بعد حکومت رو طبق کنستیتوسیه با کسی دیگر میسپارد، خب اونها یکمتر گناهشون مثل گناه ما سبکتر میشد، چون بنظرم من عبیدالله و دوست همه اونجا عبیدالله و دیگر اعضای کمیسیون رشته ملی از طرف حکومت 13 نفر بودن، خود ابراهیم عثمانوف دوستی و در این طرح بیشتر غیر از خود رحمانوف کی بیشتر تلاش میکرد؟ ببین اعضای کمیسیون رشته ملی همشون به این باور بودن که همین 7 سال دیگر ما اضافه کنیم و همین تمام. حداقل با ما این حرف رو میگفتن. حالا من برای همین گفته استم که آیا خودشون به همین باور داشتن، یعنی خودشون هم فریب خورده هستن، یا خودشون جز یک طرح برای فریب دادن دیگران بودن. این مسئله فرق میکنه. اما دوستیوف در اون وقت یک تلاشای احتیاط کارانه کرده بود که بیاد اگرچه سازشنامه پیش بینی میکند که کنستیتوسیه تغییرات وارد کرده شود، بیاد همین کنستیتوسیه بد نیست، شما همین رو نرسید و باقی بماند. ببینید بعضی اعضای کمیسیون رشته ملی از جانب محترم از جانب حکومت حتی اشاره به آن میکردن که حرفی که دوستیف میگه که قانون اساسی موجود رو تغییر ندهیم بر مبنای آن نیست که پشتیبانی از این کنستیتوسیه میکند یا درک میکند که ما در این مسئله را باز میکنیم که بعدا دیگر بسته نمیتونیم، دیگر رحمانوف از این فرصت استفاده میکنند، هر چی که میخواهد دیگر وارد کردن میگیرد به کنستیتوسیه، بلکه میگفتن از اون باب این مسئله را مطرح میکنند که خودش رهبری گروهی کاری برای تهیه لایحه همون کنستیتوسیه بود، یعنی محصول دست خودش بود و مثل یک فرزند خودش هست و میخواهد که اون را حفظ کند. از این حتی بعضی اعضای کمیسیون رشته ملی از طرف حکومت این مسئله رو به این شکل مطرح میکردن و میگفتن که تغییر دادن بد نیست. اما ببینید اونجا مسئله اساسی این بود که در
سازشنامه عمومی صلح یکی از طلبات این بود که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون حزب دینی اجازه داده شود در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان. بعضی پیشنهادها بود که همین را میشد در قانون احزاب جا کرد. شرط نیست که ما کنستیتوسیا را تغییر بدیم. کنستیتوسیا باقی ماند. اما طرف اپوزیسیا اینات به این نظر بود که این اگر این پرینسیپ این طلبات در کنستیتوسیا جا نگیرد هر زمان میتواند قانون را تغییر بدهند و خیلی راحت این مسئله از بین میرود. بی خبر از آن که کنستیتوسیا برای رحمانوف هیچ ارزشی ندارد. تغییر دادن این کنستیتوسیا یک کار خیلی ساده است. نگاه اپوزیسیا در مجموع این بود که کنستیتوسیا یک سند معتبر تقریبا شبه مقدس است که دیگر تغییر دادن آن کار آسان نیست و نباید تغییر داده شود با آسانی. یک بار در اساس در نتیجه جنگ شهروندی تغییر داده شد، دیگر اون باید هم از اون پشتیبانی کنن. به خبر از اون که برای رحمانوف این مثل هم یک دستمال کاغذین هست، معذرت میخوام که استفاده بود و پرتاب در این و بعد چند مرتبه کنستیتوسیا رو تغییر داد. اگر میدانستند طرفی اپوزیسیا که آقای رحمان با کنستیتوسیا چی مناسبتی خواهد کرد در آینده، خیلی راحت چند مرتبه تغییرش میداد هر وقتی که خواست. دیگر وجود این معیار در کنستیتوسیا که یک حزب سیاسی دینی میتواند فعالیت کند ارزشی نداشت. مکانیزم‌های دیگر را فکر میکردن برای حفظ از این پرینسیپ سازشنامه صلح. اما دوستیف نظرش این بود که همین را در قانون احزاب جا کنیم کافی است و کنستیتوسیا نرسیم، چون که در باز میشود و هر چیزی که رحمانوف میخواهد اونجا وارد میکنه که بالاخره همین کار را کرد. یعنی جمع وقتی که میگیم که نقش این شخصیت ها تا کجا هست، باید خیلی با احتیاط رفتار کرد، نه در حق آنها به انصافی شود ظلم شود که بگیم که اینها هم جزی همین طرح خیانتکارانه هستند و نه از اونها هم سفید کنیم. اگر خدای نکرده اونها میدانستند و از ملت و از ماها پنهان کردن، بس واقعا هم جزی این جنایت ها هستند.